شنهای تفتیتی ساحل مکران اینجا با نسل جدید مدافعان ایران قرار ملاقات داریم. سلام، خوش آمدید. نسلی جدید با تجهیزات و تسلیحاتی جدید. موشک آماده برای شلیک. همه برای یک تمرین مهم آماده اند. تمرین رزم سطحی شهدای دریادل رمضان که با شلیک موشک ساحلی به دریا آغاز شد. آغاز تمرین رزم سطحی شهدای دریادل رمضان را اعلام می نمایم. موشکی با قدرت، دقت و تخریب مرگ‌آور برای دشمنان ایران. پرتاب موفقیت‌آمیز این موشک قولی بود که به همرزمان شهیدم در ناوچه کنارک دادیم و امروز با توکل به خدا انجام شد. امروز دست بلند دفاع دریای ایران هم با شلیک موشک برده بلند در شمال اقیانوس هند بلندتر و قدرتمندتر شد. هدف این موشک در فاصله 280 کیلومتری دریا قرار دارد. موشکی که هنوز هم قابلیت افزایش برد دارد. تمرین رزم سطحی امروز به یاد شهدای ناوچه کنارک انجام شد. تمرینی که با بازدید فرماندهان ارشد ارتش هم همراه بود. مطمئن باشید هر جا شما هستید با این روحیه و با این امکانات و با این توان دشمن به هیچ عنوان با خودش اجازه نمیدهد که به ما نزدیک بشه. فرمانده آمادیم، آماده. طراحی و ساخت موشک هایی که امروز در تمرین رزم سطحی شهدای دریادل رمضان آزمایش شد کاملا ایرانی است. ما امروز دو تا از محصولات سبد موشکی بسیار گسترده وزارت دفاع رو آزمایش کردیم که موشک‌های جدید ما هستن. برخی از اونها در واقع پلتفرم قبلی هستن که به روز رسانی شدن، هم از بابت برد و هم از بابت دقت. در واقع نوع سیکری که در این محصولات به کار گرفته شده و کاملا بومی است، امروز دقت بسیار بالاتری پیدا کرده و امروز الحمدلله شاهد هستیم که سامانه های سلاح ما همه تولید داخل است. طراحی و ساخت موشک هایی که امروز در تمرین رزم سطحی شهدای رمضان شلیک شد کاملا ایرانی است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همواره با تعامل همفضا با نیروهای مسلح اهم از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تنگاتنگ دوشادوش در کنار هم و با همکاری با همدیگه در جهت پاسخگویی به تهدیدات محتمل برای جمهوری اسلامی ایران همواره تعامل بسیار خوب و همفضا و بسیار موفقیت آمیزی رو ما تاکنون داشتیم. ترکیب بندی سهمی رزم در درگاه و ساحل با توان بازدارندگی موشکی از ویژگی ها و پیچیدگی های تمرین امروز بود. ایرومند و پرشکو با هر بار آزمایش این موشک های ایرانی دست دفاع دریایی کشور بزرگ و مقدس و عزیزمان بلندتر می شود و قوی تر. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، ساحل دریای مکران، بندر جاست.